هدفی که با وسیله نامشروع به دست بیاد به هیچ دردی نمیخوره. خودتونم هلاک میکنه. شما با این حرفا به چی میخواین برسین؟ زل سومی مثلث. مثلثی که وجهش مردم ایرانن به عنوان قربانی. زلی دیگه‌ش هم تروریستایی هن که شما یه بخشی از اونا هستی. خب مگه نگفتیم به ترکی فیصل رسیدی؟ بذارین جای زل سومی که دنبالشی؟ درسته. ترکی فیصل یک کهنه جاسوسه که سابقه همکاری با صهیونیستا رو داره. ولی اونقدر بزرگ نیست که بتونه زل سوم این مثلث رو پر کنه. شما توهم توطئه دارین. هدفی که با وسیله نامشروع به دست بیاد به هیچ دردی نمیخوره. خودتونم هلاک میکنه. شما با این حرفا به چی میخواین برسین؟ زل سوم این مثلث. مثلثی که وجهش مردم ایرانن به عنوان قربانی. زلی دیگه‌ش هم تروریستایی هن که شما یه بخشی از اونا هستی. شما توهم توطئه دارین. رفتن ترکی فیصل تو مراسم پاریس ارتباطش با تئوری جو بایدن چیه؟ ترکی فیصل شما بر چی باید بره تو مراسم اونا؟ هم پیمان شدن دشمنان تو براتون عجیبه؟ عجیب نیست، ولی وقتی میذاریش تو تئوری که برات گفتم بعد دنبال معنی واقعیش میگردی. اونا همه رو با پولای هنگفت دعوت میکنن. بولتون و جولیانی رو بقیش کن. فیصل که 16 است، گشنه پول نیست. چه فرق میکنه علتش پول باشه یا سیاست؟ باور کنم فرقشونه. میدونی؟ میخوام بدونم حضورش به نمایندگی از سعودی یا موضوع اسرائیله. دشمنای شما الزامن شناسنامه یه جور ندارن. یه طیف هم با ایدئولوژی های مختلف. فیصل همزمان میتونه نماینده دو تا کشور علیه شما باشه. یه توانی دو جانبه. چند جانبه؟ اطلاعات داری یا داری تحلیل میدی؟ چند وقت پیش تو پوشش خبرنگار رفتم لندن. تا با چند تا از منابع بین مخالفین آل سعود که یه حزب اونجا تشکیل دادن قرار اجرا کنم. میگفتن نیروهای اطلاعاتی اسرائیل برای آینده پژوهی عربستان اومدن سراغشون. میخواستم بدونم میتونن روی عربستان بر علیه ایران سرمایه گذاری کنن یا نه. حالا برای چی رفتن سراغ مخالفینتون؟ از جمع‌بندی نظرات مخالفین شروع کردن. و حالا مطمئن شدن میتونن با عربستان علیه شما متحد بشن. با این وضعیت باید روی جنگ و ترور علیه خودتون حساب باز کنید. از مکانیزمشون چه اطلاعاتی داری؟ روی ترور حسن نصرالله، قاسم سلیمانی و دانشمنداتون خیلی حساس باشید. مهم اینه که امریکا و اسرائیل برای پیاده کردن سیاست‌های منطقه‌ایشون هیچ عجله‌ای ندارن. یعنی ممکنه به رئیس جمهور بعدی و بعدی و بعدی آمریکا هم نرسه. پس این وسط نقش داعش و منافقین و کموله و دموکرات و اینا چی میشه؟ مزاحم. ولی همسو با سیاست‌های اونا. چرا بدلن ایشونه؟ ترکی فیصل تو مراسم اونا میاد میگه ما هم مثل شما دنبال براندازی از طریق جنگ. چرا؟ دلیل و رابطه اونا رو نمیدونه. پس برو سراغ کسایی که اطلاعاتشو دارن و رمزشو میدونن. فعلا. سلام آقا مدیرم. با دوستمون صحبت کردم. اطلاعات خوبی از شرکت‌های غربی داشت. سلام آقا مدیرم. با دوستمون صحبت کردم. اطلاعات خوبی از شرکت‌های غربی داشت. ولی از تجارت با کشوری عربی چیز زیادی نمی‌دونست. خواستم بگم این قراری با شریک عربی